در بازی‌های آسیایی سال 2014 در اینچون کره جنوبی، تیم‌های کشتی آزاد فرنگی ایران در حالی حضور داشتند که در این دوره از مسابقات ناداوری در قضاوت‌ها کاملاً مشهود بود. این اتفاقات و داوری‌های بودار مخصوصاً در کشتی سعید عبدولی و حریف کره‌ای کاملاً محسوس بود و عبدولی مستحق مدال طلا تنها به برنز بسنده کرد. با این حال در کشتی آزاد با 4 مدال طلای مسعود اسماعیل پور، میثم مصطفی جوکار، رضا یزدانی و پرویز هادی و تک نقره عزت الله اکبری با اقتدار قهرمان شدیم و در فرنگی هم 7 مدال گرفتیم. 2 طلای حبیب الله اخلاقی و مهدی علیاری و 5 برنز افشین بیابانگرد، سعید عبدولی، پیام بویری، مجتبی کریمفر و بشیر باباجانزاده. 10 روز بعدش من به مسابقات اینچون اعزام شدم، یعنی بعد از اون وسکم کردم و فشار 5 دوره کشتی ها، 10 روز بعد اعزام شدم به مسابقات بازی آسیایی. به هر حال اون موقع عقل حکم کرد که ریسک نکنم، دوست داشتن که به هر حال تیم خوبی بفرستن و خیلی راحت سر وزن رسیدم و دور اول با حریف کره جنوبی، تو مسابقات کره جنوبی بود، بله اینچون فیلمش هست شما نگاه کنید، من 6 دقیقه حمله کردم، نهایتاً کشتی 1-0 به نفع حریف کره شمالی تموم شد. همون جایی که تو همون سالون که حق آقای سعید عبدولی رو، یعنی اصلا علناً، ولی خب این اتفاق برام افتاد. دور اول باختم کره جنوبی، هم دور بعد به فکر کنم حریف ژاپنی باخت که من از دور مسابقات حذف شدم. مسعود اسماعیل پور در اوج دوران آمادگی در فینال در یک کشتی نفسگیر باجرانگ قهرمان قدرتمند هندی رو برد و به طلا رسید. میثم مصطفی جوکار هم در دیدار نهایی نورجان بایف قزاق رو 14-4 شکست داد و طلای 86 رو گرفت. رضا یزدانی هم با ارائه کشتی دیدنی به فینال رسید و موسیف قرقیز رو 14-4 برد. فتح پای دیدنی رضا در این دیدار از یادها نرفته. بازی‌های آسیایی هم که انتخاب شده بودم رفتم و اونطور تونستم مدال طلا رو بگیرم و سال دوم هم اون پایان اون سال خوبی بود برای من. حالا متاسفانه اگه جهانی هم اگه میتونستم طلا بگیرم خیلی بهتر میشد و به عنوان مرد سال ورزش ایران انتخاب شده بودم. حالا اون امتیاز بندی که داشت و هم بهترین کشتیگیر آزاد از دید مردم، هم به عنوان مرد سال ورزش مازندران به همراه آقای آشفرزان آشورزاده، بعد پایان سال 2014 این بود و کشتی فینالم با کشتیگیر قرقیز گرفتم. خب کشتیگیر روسیه و کشتی بلده، یه مقدار تو کشتی فینال باعث شد اشتباه کنم و عقب بیفتم. البته اینکه پوشش نمیده اون ناکامی مسابقات جهانی رو، من بعد مسابقات جهانی فرصت نداشتم که برم دنبال دلایل باختم و
بلافاصله اومدم تو اردو، خودم آماده کردم، از لحاظ روحی روانی و بدنی آماده کردم برای این مسابقات. و همینطور پرویز هادی برای کسب مدال طلا دولت شابانبای قزاق رو از پیش رو برداشت و در نهایت ایران به 4 طلا رسید. عزت الله اکبری هم که به فینال 74 کیلو رسیده بود در این دیدار 3-2 مقابل رشید قربانوف ازبک باخت و به نقره اکتفا کرد. دیگر قهرمانان ما حسن رحیمی در 57 و مصطفی حسین خانی در 70 کیلوگرم به مدالی نرسیدند که البته حسین خانی با مصدومیت زانو مواجه بود. اکشنت. مسابقات کشتی فرنگی ناداوری ها کاملا مشهود بود و خصوصا در دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی مقابل جی هیون جونگ از کره جنوبی، قهرمان المپیک، فیتوهای جانانی سعید ناباورانه نادیده گرفته شد و در حالی که ضربه فنی هم اعلام شده بود با دخالت مستقیم کیم رئیس شورای کشتی آسیا رأی بر خلاف قوانین برگردانده شد و در نهایت عبدولی بازنده این دیدار معرفی شد. با این حال کسب 7 مدال با وجود تمام این حق‌خوری ها و اعمال نفوذ آشکار داوران نتیجه ایدئال بود و نشان از قدرت کشتی فرنگی ایران داشت. در کشتی فرنگی هم حبیب الله اخلاقی در 80 با پیروزی مقابل تسوروماکی ژاپنی و در 98 مهدی عدیاری با غلبه بر ژاودی از چین طلایی شدند. فینال با حریف ژاپنی کشتی گرفتم که توی یکی دو تا مسابقات اخیر که به عنوان مربی حضور پیدا کردم اون کشتیگیر ژاپنی هم مربیگری تیم ژاپن رو انجام میده. اتفاقا یه خاطره جالب است، توی هواپیما که داشتیم میرفتیم سمت کره جنوبی بچه همه خواب بودن، یکی از مهماندارا اومدن عکس گرفتن، من و مهدی بیدا بودیم کنار هم عکس گرفتیم، برگشتن عکسو که دیدیم فقط ما دو تا طلا گرفتیم، گفتم مهدی کاش بقیه رو بیدار میکردیم بقیه هم عکس گرفتیم تا همه طلایی برمیگشتیم. آخرین بار امریکایی ها سال 2003 در نیویورک میزبان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان بودند. این بار به سال 2015 لاس وگاس میزبان بود و تیم های آزاد و فرنگی ما سعی داشتند با قدرت تمام در این مسابقات که پیش از المپیک ریو برگزار میشد شرکت کنند. مسابقات حسن رحیمی در آستانه کسب عنوان قهرمانی در ثانیه های واپسین در فینال 57 مغلوب ولادیمیر خینجگاشوویلی از گرجستان شد و به نقره اکتفا کرد. همینطور حسن یزدانی در اولین میدان جهانی بزرگسالان بعد از قهرمانی جوانان جهان 2014 کرواسی به فینال رسید، اما در فینال به ماگومد رسول گاجی ماگومدوف روس باخت و اولین مدال جهانی خودش رو صید کرد. سال 2015 گروه خیلی سختی خوردم من. مثل سالهای دیگه گروه خیلی سختی خوردم، همه مدعیای دنیا یه طرف بودن. از کشتی اولم که حریفم مثلا یه حریف درست ونیزوئلا بود فکر بکنم، یا آره، ولی خب کشتیگیر فکر بکنم کشتیگیر بود که تو همه قاره ها کشتی گرفته بود، خیلی خوب بود. من دور اول، یعنی از اول فینال من شروع شد، کشتی های سنگینی گرفتم، دور بعدش با بلاروس کشتی گرفتم، دور بعدش با آمریکا گرفتم، دور بعدش با کره شمالی گرفتم، دور بعدش با روس گرفتم که اومدم فینال. یعنی به اصطلاح درب و داغونم اومد، یعنی دیگه کتک خورده یه کتک خورده و واقعا هم کشتی رو همه رو میلیمتری رد کردم، یعنی چه با روس، حالا روس با اختلاف بردم، ولی با کره شمالی، با خود حریف آمریکاییم، یه کشتی حساس که من تا 20 ثانیه آخر کشتی رو عقب بودم و گروه خیلی سختی داشتم که اومدم فینال با یه حریفی که از لحاظ بدنی کمتر تحلیل رفته. خود خینجه‌شوویلی توی شاید توی خوابش هم فکر نمی‌کرد منو بتونه تو اون مسابقه ببره، ولی این تحلیل رفتنه و این شکستن بینی و گونه
باعث شد که به هر حال من اون ثانیه آخر من دیگه هیچ جا رو نبینم، واقعا نبینم، و این تبدیل بشه به یک حسرت بزرگ. در این حال غیر از دو مدال برنز سید احمد محمدی و علیرضا کریمی در 65 و 86 کیلو، دیگر نمایندگان ما به مدالی نرسیدند. بهنام احسانپور در 61 18 شد. علیرضا قاسمی در 74 چهره‌ای در خور تحسین ارائه کرد و هرچند به مدال نرسید اما پنجم شد و عملکردی قابل قبول داشت. و در نهایت عباس طهان و پرویز هادی در 97 و 125 کیلوگرم به ترتیب پنجم و نهم شدند که عملکرد طهان هم به نسبت قابل قبول بود. تیم ایران نایب قهرمان جهان شد و امیدوارانه به المپیک ریو می رفت. بعد از 2014 که اومدم راستیتش یه آسیب دیدگی داشتم، تمرینات لیگ بودم. متاسفانه تو تمرین از روی بغل اتوشک تردمیل بود، من تو تمرین افتادم با زانو افتادم روی تردمیل و زیر زانوم پاره شد، پارگی عمیقی که یکی از جاهای بدی که یعنی باید من همیشه تو کشتی باید زیر میگرفتم زانو میزدم دیگه، یه پارگی عمیقی که حدود 20 بخیه از داخل و 20 بخیه از بیرون، و خب این منو از اون شرایط اون فرم تمرینی آورد بیرون واقعا، یعنی تا این آسیب دیدگی این زخم خوب بشه، و بعد تازه که خوب شد نمیتونستم کار بکنم باش، بیام زیر بگیرم زانو بزنم رو شک، چون درد خیلی وحشتناکی داشت و خب من هم پشتگیر زیرگیری بودم، یعنی باید زانو میزدم و زیرامو میگرفتم، نتونستم. هم به خاطر این آسیب دیدگی عفونتم کرده بود، چند ماهی رو درگیرش بودم و نتونستم اصلا خودم رو جمع جور کنم برای مسابقات، اینکه اصلا به تو انتخاب تیم ملی مشهد اومدم، میگم از شهر تمرینی هم به دور بودم، نتونستم و باختم به آقای هادی، باختم و رفتم، اصلا نموندم تو خورده، چون میدونستم مثلا اصلا شرایط خوبی ندارم و اینکه آقای هادی هم منو بردن و احترام گذاشتم و رفتم، و آقای هادی هم رفتم مسابقات جهانی لاس وگاس 2015، متاسفانه اونجا نتونستن نتیجه بگیرن. قبل از المپیک هم بود، باید سهمیه این وزن میگرفتیم دیگه. حاصل کار ملی پوشان آزاد دو نقره حسن رحیمی و حسن یزدانی در اوزان 57-70 و دو برنز سید احمد محمدی و علیرضا کریمی در اوزان 65 و 86 کیلوگرم بود. مسابقاتی که در بالاترین سطح ممکن برگزار می‌شد در نهایت با قهرمانی روسیه به پایان رسید و آزادکاران با هدایت رسول خادم نایب قهرمان جهان شدند. من تو هم اولین سال بزرگسالان که اومدم تو تیم ملی و مجوز حضور تو مسابقات جهانی رو گرفتم و اونجام رفتم کشتیگیری که تو دورای اول دوم سوم که کشتیگیر کره بود و بعد بلغارستان و گرجستان و بعد ما قبل فینال با حریف آمریکایی بود که تونستم این کشتیگیر با امتیاز بالا شکست بدم. تو فینالم که حریف روس بود، خب با توجه اینکه اولین سال حضورم بود تو بزرگ سالان و اون تجربه کافی هم نداشتم و کشتیگیر روس هم از من بهتر بود، باوشتر عمل کرد و باعث شد که اونجا فینال رو واگذار کنم به این کشتیگیر و مدال نقره کسب کردم. و خب یه درسی شده واسه من که در آینده قهرمانی من خیلی تاثیرگذار بود که نباید زود قانع بشم به فینال و اینکه از قبل به این نباشم که مثلا بازنده میدان باشه. خب مدالمو گرفتم ولی خب یه درسی واسه من شده واسه ادامه مسیر قهرمانی. همچنین در کشتی فرنگی هم به طلایی نرسیدیم. با هدایت احد پازاج سه مدال گرفتیم، نقره قاسم رضایی در 98 و دو برنز یوسف قادریان و حبیب الله اخلاقی در 80 و 85 کیلو روی سکو نرفتیم و با 31 امتیاز بعد از روسیه، جمهوری آذربایجان و اوکراین چهارم شدیم. در سه وزن 98، 85 و 75 کیلوگرم صاحب سهمیه شدیم و مسابقات برای ما به این صورت به پایان رسید.
قاسم رضایی در 98 بعد از آرتور الکسانیان قهرمان نامدار ارمنستان دوم شد و یوسف قادریان و حبیب الله اخلاقی هم برنزی شدند. شکست ناباورانه اخلاقی مقابل رستم آساکالوف ازبک در حالی که امتیازات زیادی جلو بود و با ضربه فنی نهایتاً کشتی رو واگذار کرد از اتفاقات مهم مسابقات بود. همچنین دیسکالیفه شدن حمید سوریان و نرسیدن به سهمیه المپیک. بعد از بازی های 2014 تصمیم گرفتم که بیام 85 کیلو، چون 80 کیلو وزن المپیکی نبود. اومدیم توی مسابقات بین‌المللی نیکولا پتروف بلغارستان شرکت کردیم، اونجا اول شدم. اونجا هم مسابقات سنگینی بود، کشتیگیر ارمنستان مانوکیان رو بردم که اونم دو طلای 2017 رو گرفت. باشار رو اونجا من بردم، اونجا هم باشارم دو تا طلای توی این وزن 2017 و 18 گرفت. خدمتتون عارضم کشتی های سختی رو توی بلغارستان گرفتم. اومدم توی مسابقات انتخابی تیم ملی در مشهد طبق اون فرایند حضور پیدا کردیم. کشتی سنگین رو من گرفتم، یادم همه کشتی هم یا یک صرف دو یک به این شکل تموم شد. وارد اردوها شدیم، تمرینات رو خیلی منسجم، اون موقع آقای عهد پاساج و کادرشون بودن، زحمت زیادی کشیدن و یکی از امتیازات فاکتورهایی که من اون سال بهره بردم ازش بودن حسین نوری در اردوها بود که واقعا ایشون پرتوان، پرنفس و جوان خیلی با معرفتی که بود که تا لحظه آخر کنار تیممون به ما کمک کرد و اون آمادگی جسمانی رو مدیون اون رقابت داخلی بودیم اون سال که تونستم تو مسابقات آمریکا با یک آمادگی جسمانی خیلی خوب کشتی‌ها رو بگیرم و همینجور که شما اشاره کردید با کشتیگیر ازبکستان در صورتی که هفتی جلو بودم، یادم من میدونستم این کشتیگیر این فن رو میزنه و مرتب نزدیک بودم، سرم و پایین میوردم که اگر بالا میوردم این فن رو اجرا میکرد. نزدیک بودم مچ مخالف و گرو گرفته بودم که این فن اجرا نشه. هفتمین امتیاز رو که گرفتم به اون مرحله رسیدم که تمام شد و سر رو بالا گرفتم، مچ رو رها کردم. همون لحظه لحظه بود که این اتفاق افتاد و به فینال نرسیدم. یه کشتی بعدش با کشتیگیر اتریش و فنلاند کشتی گرفتم و اون مدال برنز رو به دست آوردم. در 75 سعید عبدولی پنجم شد و به سهمیه المپیک رسید. مهدی زیدوند در 66 34م شد. افشین بیابانگرد هم ناکام بود و در 71 به مقامی بهتر از 14می نرسید و در نهایت مهدی علیاری هم در 130 از دور مسابقات کنار رفت و 26م شد.